جنگ گرگ‌ها و بحران حاکمیت آخوندی در بحبوحه تحریم‌ها و شکست سیاست‌های خامنه‌ای در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی. کیهان خامنه‌ای: باید مطمئن بود غربی‌ها بیشترین امتیاز را از ما نگیرند. تحریم‌ها برداشته نخواهد شد. کیهان ارگان ولی فقیه ارتجاع نوشت: باید مطمئن بود که غربی‌ها بیشترین امتیاز را از ما نگیرند. ما نیاز به یک مدیریت قوی داریم. هرگز در برابر دشمنان نباید منفعلانه رفتار کرد. اقتصاد کشور ما با بازوی ایرانیان و جوانان این مرز و بوم میچرخد، نه با سیاست‌های غلط غربی پسند. کسانی که با تأکید بر انتخابات آزاد قصد تکرار فتنه 88 را داشتند، آیا افراطی نیستند؟ کسانی که میگفتند در انتخابات تقلب شده، افراطی نیستند؟ این چه نوع اعتدالی است که تندروترین افراد نزدیک به حزب مشارکت برای کابینه معرفی شدند؟ البته مجلس با هوشیاری چند تا از آنها را مردود کرد، ولی متأسفانه آل شدند. اگر اینها افراطی نیستند، افراطی ها را به ما نشان دهند. همزمان خبرگزاری مهر آخوندی از دیدار معاون دبیرکل ملل متحد از تهران خبر داد و آن را در ارتباط با بحران سوریه و تنگنای متحد استراتژیکی رژیم بشار اسد دانست. این خبرگزاری حکومتی با همان الفاظ و عبارات دجالگرانه رژیم آخوندی در این باره نوشت: جفری فلتمن، معاون آمریکایی بانکمون، دبیرکل سازمان ملل، قرار است در جریان دیدار با مقامات جمهوری اسلامی در خصوص تحولات سوریه و لبنان رایزنی کند. گفته می شود دستور کار سفر فلتمن به تهران رایزنی در خصوص تحولات سوریه، به خصوص اقدام اخیر تروریست ها در استفاده از سلاح شیمیایی است. رسالت، ارگان باند غالب نظام: چقدر به میانجیگری سلطان قابوس خوشبین باشیم؟ مذاکره با آمریکا یعنی داد و ستد. ما چه میتوانیم به آمریکا بدهیم؟ او چه میخواهد؟ رسالت، ارگان دیگر باند غالب، با عنوان چقدر به میانجیگری سلطان قابوس خوشبین باشیم نوشت: برخی سفر سلطان قابوس به تهران را خیز بلند پادشاه عمان برای میانجیگری میان ایران و غرب می دانند و در فضای رسانه‌ای حکایت از خوشبینی عده‌ای به مذاکره با آمریکایی‌ها در سطوح مختلف دارد. واقعیت این است آمریکا در کنار مذاکرات اخیر نگاه تهدید محور خود را پیش می برد و اوباما در حالی به مقامات عالی رتبه ایران نامه می نویسد که عده‌ای در آمریکا برای براندازی نظام جمهوری اسلامی بودجه تصویب می کنند و هر روز بر دامن و عمق تحریم ها می افزایند. مذاکره با آمریکا یعنی معامله با آمریکا. معامله یعنی داد و ستد، یعنی چیزی بگیر، چیزی بده. تو از انقلاب اسلامی به آمریکا چه می خواهی بدهی تا چیزی از او بگیری؟ آن چیزی که شما می خواهید به آمریکا بدهید تا در مقابل از او چیزی بگیرید چیست؟ ما چه می توانیم به آمریکا بدهیم؟ او از ما چه می خواهد؟ آیا می دانید که او چه می خواهد؟ آمریکا برای تحریم های اقتصادی و حمایت از اپوزیسیون نظام به ایران بدهکار است و باید پاسخگو باشد. نباید دور از نظر داشت که مذاکره ایران و آمریکا با برقراری رابطه بین طرفین متفاوت است. امروز با پرهیز از خوشبینی به تعامل مثبت آمریکایی‌ها باید بر توان و ظرفیت‌های داخلی برای عبور از گردنه سخت تحریم‌ها سرمایه‌گذاری کرد. هشدار باند خامنه‌ای به آخوند روحانی: وزیر امور خارجه قویاً در مذاکرات هسته‌ای از منافع جمهوری اسلامی قاطعانه دفاع کند. باید به فعالیت‌های هسته‌ای ادامه دهیم.
علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت و سیاست خارجی و از مهره‌های اصلی باند خامنه‌ای در مجلس ارتجاع به آخوند روحانی و وزیر خارجه وی هشدار داد در مذاکرات از اتمی کوتاه نیاید. وی طی سخنانی در مجلس رژیم گفت تجربه مصر یک بار دیگر غیر قابل اعتماد بودن آمریکا را ثابت نمود و اگر از روز اول مصر از تجارب جمهوری اسلامی و رهنمودهای رهبری بهره می گرفت، امروز جای مبارک و مرسی عوض نمی شد. کشورهای اسلامی باید هرچه سریعتر خود را از این دام آمریکایی صهیونیستی رها نمایند و سلاح‌هایشان را برای دفاع از خود و مقابله با دشمنان متجاوز نشانه روند. نمایندگان کنگره آمریکا نیز باید به خوبی بدانند که تأثیر تحریم‌ها هیچ گونه خللی در اراده ملت ایران ایجاد نخواهد کرد و متاسفانه دروغ بزرگ حرکت جمهوری اسلامی به سوی ساخت سلاح هسته‌ای آنقدر تکرار شده است که تبدیل به باور نمایندگان کنگره آمریکا نیز گردیده است. از وزیر امور خارجه قویاً انتظار می‌رود در عرصه مذاکرات هسته‌ای از منافع جمهوری اسلامی قاطعانه دفاع کند. بروجردی بر ادامه جاه‌طلبی‌های اتمی رژیم تأکید کرد و گفت خط قرمز ما سلاح هسته‌ای است که آن را کاملاً قبول داریم و بر اساس نیازهای خود باید به فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای خیش ادامه دهیم. ارگان دبیر مصلحت نظام آخوندی: هر دو گروه در آمریکا تشدید تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی را علیه نظام دنبال می‌کنند. یکی آن را زمینه‌ساز ستیز با نظام می‌پندارد، دسته دوم زمینه‌ساز استحاله جمهوری اسلامی می‌داند. رسانه حکومتی تابناک متعلق به دبیر مصلحت نظام آخوندی در مورد مذاکره رژیم با آمریکا نوشت هر دو حزب آمریکا از هدف و سیاست و راهبرد واحدی نسبت به ایران حمایت می کنند که عبارت است از تشدید تحریم ها و فشارهای اقتصادی. گروه تندرو این سیاست را زمینه ساز ستیز با ایران می پندارد. دسته دوم این سیاست را زمینه ساز استحاله جمهوری اسلامی می داند. بنابراین در پاسخگویی به پیشنهاد مذاکره با آمریکا باید بسیار تأمل و دقت کرد، چون رد بیدرنگ مذاکره با آمریکا موضع تندروهای جنگ طلب در آمریکا را تقویت می‌کند. از سوی دیگر پاسخ بیدرنگ مثبت به پیشنهاد مذاکره آمریکا با ایران برای صرف مذاکره که تضمین کننده حقوق و منافع ملی نباشد نیز عاقلانه و منطقی نیست، چون مذاکره است که نتیجه‌اش از پیش تعیین شده است و به نفع برد آمریکا و به ضرر باخت ایران خواهد بود. آمریکا در گفتار و کردار نشان داده است که حق حیات جمهوری اسلامی را به رسمیت و محترم نمی شمارد، به طوری که حتی طرح مذاکره با جمهوری اسلامی نیز برای استحاله و سپس سرنگونی آن پیشنهاد شده است. در همین حال یک روزنامه حکومتی وابسته به باند مغلوب نیز دیدار سلطان عمان با آخوند روحانی را نخستین گام رایزنی‌های دیپلماتیک در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی توصیف کرد و به نقل از روزنامه لبنانی الاخبار نوشت سلطان عمان در سفر به ایران تلاش می‌کند زمینه مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا را فراهم کند و بر حل مشکل سویفت یکی از کانال‌های مبادلات پول بانکی میان کشورها متمرکز خواهد شد. دومین مسئله‌ای که پادشاه عمان درباره آن گفتگو خواهد کرد موضوع غنی‌سازی اورانیوم است که ایران کاهش سرعت و درصد غنی‌سازی اورانیوم را در مقابل می‌پذیرد.